زمان شاه مردم ایران از همه آزادی ها بهره مند بودن جز آزادی سیاسی. مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی که بعد انتخابات سال 88 تا کنون زندانی است، در پیامی از زندان اوین به رد صلاحیت گسترده ی حکومت واکنش نشان داده. میگوید آنچه روی داده کودتای انتخاباتی است برای یک نفره کردن حکومت. به گفته آقای تاج‌زاده، جمهوری اسلامی به سلطنت مطلقه فقیه تبدیل شده و این جمله آیت الله خمینی که میزان رأی ملت است به میزان رأی رهبر است تغییر کرده. اعتراض او به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان است. شورای نگهبان منصوب رهبر مانع حضور منتقدان دولت در انتخابات شده. با اینکه برخی چهره‌های سیاسی از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که در رد صلاحیت‌ها دخالت کند، آیت الله خامنه‌ای تاکنون سکوت رضایت آمیزی از رد صلاحیت‌ها داشته. قرار است 24 خرداد دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا همزمان برگزار شود. در انتخابات شوراها هم رد صلاحیت‌ها گسترده است. همین امروز محمد جواد کلیوند رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد بیش از 8000 نفر که به گفته او عمدتاً حامیان سران فتنه بودند در انتخابات شوراها رد صلاحیت شدند. مقام‌های حکومت به موسوی و کروبی و حامیانشان و اعتراضات بعد از انتخابات فتنه می‌گویند. نزدیک 900 روز است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات گذشته ریاست جمهوری در بازداشت خانگی هم. آنها و حامیانشان برنامه‌ای برای انتخابات آینده ندارند. حالا رد صلاحیت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها سایر اصلاح طلبان را هم با تردید مواجه کرده. در سوی مقابل رقابت بین حامیان آیت الله خامنه ای است. با همین 39 میلیون دلار شما اینو تو چند روستای ما برای تولید چوب بستنی میتونه اشتغال ایجاد بشه. از سعید جلیلی به عنوان نامزد مورد نظر رهبر اسم میبرند. با این حال حامیان دیگر نامزدها امروز تلاش کردند که این موضوع را تکذیب کنند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس میگوید آیت الله خامنه ای از نامزد خاصی حمایت نمی کند. دولت احمدی نژاد بعد از رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی کم کم به سمت سعید جلیلی گرایش پیدا کرده. رحیم مشایی روز شنبه در جمع حامیانش گفت حمایت از کسی که بتواند راه احمدی نژاد را ادامه دهد تکلیف شرعی است. او اسمی نبرد، اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ارگان خبری دولت نوشته است سعید جلیلی نماینده گفتمان انقلاب اسلامی است، مشابه عباراتی که برای احمدی نژاد استفاده می‌شد. پیش از این ارگان خبری سپاه هم سعید جلیلی را گزینه نهایی احمدی نژاد نامیده بود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.